اگر جدید هستید کانال ما را سابسکرایب کنید، زنگوله را بزنید و برای حمایت از ما کامنت بگذارید و ویدیوهای ما را لایک کنید. با سلام و درود خدمت شما همراهان گرامی کانال سنجاقک ایرانی، این بار هم با شما هستیم با خبر درگذشت جمشید مشایخی، هنرپیشه سرشناس ایرانی. جمشید مشایخی هنرپیشه سرشناس ایرانی در سن 85 سالگی درگذشت. این بازیگر پیشکسوت که در طول تعطیلات نوروز در بیمارستان عرفان بستری بود ساعتی پیش درگذشت. در آخرین پستی که در صفحه اینستاگرام مشایخی منتشر شده آمده است پدر ما ساعت 9 شب امشب 13 فروردین 98 در نهایت آرامش به سفر ابدی رفت. تشکر ویژه از همه عزیزانی که همواره به ایشان لطف و محبت داشتند. روح ایشان شاد و یادش گرامی باد. نادر نغمه و سام مشایخی. سام مشایخی فرزند این بازیگر پیشکسوت با تایید این خبر اعلام کرد جمشید مشایخی ساعت 21 امشب در بیمارستان عرفان تهران به دلیل ایست قلبی درگذشته است. توضیح داد که پدرش از آغاز تعطیلات نوروزی بستری بوده است و البته از خانواده خواسته در این باره اطلاع رسانی نکنند. فرزند جمشید مشایخی بالا بودن کراتین خون و نارسایی ریه و قلب را دلیل بستری شدن کمال ملک سینمای ایران در بیمارستان اعلام کرد. این بازیگر پیشکسوت سال 36 به استخدام اداره هنرهای دراماتیک درآمد و بازی روی صحنه را هم از همان دوره آغاز کرد. از اواخر دهه 30 خورشیدی و با آمدن تلویزیون به ایران مقابل دوربین تئاتر قرار گرفت و نخستین کارهای تصویریش را به ثبت رساند. تحمین میلانی نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: استاد جمشید مشایخی هنرمند برجسته ایرانی، ساعاتی پیش به گفته نزدیکان ایشان در نهایت آرامش از میان ما رفت. تسلیت به خانواده محترم مشایخی و همه سینما دوستان، یادش گرامی باد. مشایخی از بازیگران پیشکسوت و چهره‌های ماندگار سینما، تئاتر و تلویزیون در ششم آذر ماه 1313 در تهران متولد شد. او دارای نشانه درجه یک فرهنگ و هنر بود و فعالیت هنری خود را پیش از انقلاب اسلامی در سال 1336 با بازی در نمایش وظیفه پزشک آغاز کرد. با فیلم کوتاه جلد ما در سال 42 مقابل دوربین رفت و دو سال بعد با فیلم خشت و آینه وارد سینما شد. این بازیگر پیشکسوت در بیش از 90 فیلم سینمایی و 50 سریال بازی کرد که با نگاهی به تمام این فیلم ها آثاری دیده می شود که سازنده آنها یا از کارگردان اولی ها بودن یا در زمانی که مشایخی در آثارشان بازی کرده از افراد شناخته شده‌ای در سینما نبوده اند. او در همین مورد علت پذیرفتن بعضی از نقش‌ها را کمک به کارگردان آن فیلم دانسته است، حتی اگر به کارنامه بازیگریش لطمه وارد شود. مشایخی در دوران فعالیت هنری خود دو سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را در جشنواره فیلم فجر به ترتیب برای فیلم‌های کمال‌الملک و گل داوودی دریافت کرد. او همچنین جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را برای ایفای نقش در فیلم بانوی من در هفتمین دوره جشن خانه سینما گرفت و نامزد دریافت تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد در سومین دوره جشن خانه سینما شد و جایزه بهترین بازیگر مرد را برای بازی در فیلم پدر بزرگ از جشنواره بین المللی پیونگیانگ به دست آورد. این هنرمند تا به امروز ایفاگر نقش های متفاوت و ماندگاری در ژانرها و سبک های مختلف در سینما و تلویزیون بوده و با کارگردان های برجسته در طول سینما همکاری کرده است. از جمله آثاری که او در آنها ایفای نقش کرده است میتوان به بازی در فیلم های گاف، قیصر، شازده، احتجاب، سوت دلان، خانه عنکبوت، کمال الملک، گل های داوودی، آوار، پدر بزرگ، طلسم، سرب، روز واقعه، خانه روی آب، یک بوسه کوچولو، جرم و 13:59 و مجموعه های هزار دستان، داستان های مولوی، سلطان صاحب قران، امام علی، پهلوانان نمی میرن و ستایش اشاره کرد. مشایخی در حوزه تئاتر هم فعالیت های مؤثری داشته و برای اولین بار در سال 39 در تئاتر بعد از 30 سال به کارگردانی علی نصیریان بازی کرد و در فاصله این سالها تا 52 در حدود 10 تئاتر حضور داشت و با هنرمندانی چون علی نصیریان، عباس جوامرد و رکن‌الدین خسروی همکاری کرد. در سال 85 مستندی هم برای این هنرمند تولید شد که کارگردانی آن را الهام قره‌خانی و امیر مهرتاش مهدوی انجام دادند. این مستند با حضور 65 هنرمند و با گویندگی پرویز پرستویی تولید شد.